اینجا رادیو فردای اقتصاد سلام و درود خانم ها آقایان خوش آمدید به 29 مین اپیزود از فصل سوم رادیو فردا اقتصاد که ما در 27 مین روز از دی ماه 1404 شنبه مشغول ضبطشیم امروز هم مثل هر روز من علی تسلیمی و من فاطمه رجبی با اما به مدت یک ساعت به همراه بر بچه های تحریری امروز فاطمه اسماعیلی رو داریم بازارها رو برامون میگه و گزارش های از همراه سرمایه گذار آیسان تنها با دو گزارش از اکنومیست با همون همراه خواهد بود شهرام شریف با گزارشی دیگر از داووس و مانی بشرزاد هم گزارشی داره از اکنومیست البته در جاهایی از بحث گزارشاشون با هم تصادف خواهند داشت و مباحث مشترک هم ایجاد میشه فاطمه رجبی بریم سراغ سرخط خبرها بله ما میدونیم که دیروز دیگه به نظر می رسید که امون سازمان برنامه بودجه بریده از الحاقیه هایی که کمیسیون تلفیق روی بودجه سال 1403 زده و به همین ترتیب یک اطلاعیه صادر کردن که در اون اطلاعیه گفت گفته میشد که ممکنه که دولت نتونه پاسخوی مطالباتی باشه که در واقع انتظاراتی باشه که از این الحاقیه ها ایجاد میشه حالا این ماجرا هاشیه هاش تموم نشد به امروز هم کشیده شد اون هم واکنش هایی بود که از سوی نماینده های مجلس به این اطلاعیه و به این اعتراض نسبتا شدید دولت نشون داده شد یکی از این واکنش ها به آقای جبار کوچکی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مربوط بود که ایشون گفتن که اولا که حالا حرفاشون جالب کاش خانم داوودی بود این ها رو باشون باز میکنیم گفتن که بودجه که اصلا عدد و رقمه کم و زیاد میشه بعضی مواقع هم تورم داره اینا عادیه واقعا عینا صحبتاشون ها و گفتن دولت نمیتونه با این کارا و با این بهانه ها حاشیه سازی بکنه آقای کوچکی نژاد در واکنش به مخالفت دولت و سازمان برنامه و بودجه گفتن که نماینده دولت و آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اومدن اینجا حرفای دولت رو ما شنیدیم بعدا به نتایجی که اعلام کردیم رسیدیم ما حرفای دولت رو قبلا شنیدیم بعدم یه جایی گفتن که دولت برای حل کسری بودجه روشهای خودش رو داره و این مواردم که مجلس تصویب کرده آنچنان دولت رو تحت فشار قرار نمیده اما واکنش ها به همینجا محدود نشد آقای زاره نماینده دیگه مجلس هم گفته که در واقع اصلی ترین مشکلی که دولت داره اون دو درصد افزایش حقوقیه که برای کارکنان خدوم در بخش های نظیر وزارت کشور کادر سلامت جهات کشاورزی و بقیه جاها در نظر گرفته شده مشکل دولت با افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تامین اجتماعی و باید یه جوری مشکلاتش رو برطرف بکنه گفته یکی از که سازمان برنامه و بودجه یکم صرفه بکنه و به دنبال ارتقای شرایط معیشتی اخشار خدوم باشه یه کم انداخته به دولت و گفته که بهتره که دولت دست از ریخت و پاشهاش برداره حالا ممکنه که فکر کنیم که ماجرا همینجا تمام اما نه ما میدونیم که روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران ادامه داد همون خطی رو که سازمان برنامه و بودجه دیروز در پی گرفته بود و امروز در این ارگان رسانه ای نوشته شد که دولت بار تورمی و هزینه تراشی هایی که بنظرت میخوام مجلس بار تورمی و هزینه تراشی هایی که روی دوش آهاد مردم خواهد بود رو نادیده نمیگیره و اینها از نگاه کارشناسی و عدالت خواهان دور نخواهد موند و از طرفی هم متهم کرده نماینده های مجلس رو به این که به واسطه ی نیت انتخاباتی که تعدادی از نماینده های مجلس دارن احتمال داره تداوم مسیر مهار تورم دولت 13 هم که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده با اخلال مواجه بشه در واقع یه جورایی تهدید کرده که اگر مجلس پافشاری بکنه برای اون چه که میخواد ما نمیتونیم مسئولیت تورم رو در سال آینده بپذیریم این مجموعه خبرهایی بود که مربوط بود به دعوای بودجه‌ای و در واقع دخل و خرجی سال آینده بین دولت و مجلس و قربانی این دعوا قطعا اقتصاد ایران و مردم خواهند بود و بهترین تصمیم رو بگیرن در راستای مهار تورم ماله. خبر بعدی این که حسین امیر عبداللهیان در اولین دیدار دو جانبه از دومین روز حضور خود در داووس سوئیس با ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده این دیدار دیدار مهمی بوده به هر حال ما می‌دونیم که سوئیس کشور مهمی هست اگرچه که حالا به نظر میاد خیلی در مناسبات سیاسی جهان اون خیلی ها ندونن که چه نقشی ایفا میکنه ولی کشور مهمی دست کم در رابطه با ایران صحبت های مهمی داشت آقای امیر عبداللهیان یک جایی گفتن که ابتکار برجامی سلطان عمان همچنان روی میزه خب این خبر مهمیه که نشون میده که کماکان احتمالا آغوش ایران به روی مذاکره باز هست ولی جزئیاتی از این ابتکار نمیدونیم قبلا اون موقع که ابتکار خبری شده بود یه سری حرف حدیثا زده شد اما اینکه ما دقیقا بدونیم چی بوده و نه رو من خاطرم نیست بله. حالا میشه باز از بچه ها پرسید که ببینیم چه چیزایی بوده اما حالا احتمالا بمونه برای فرصت دیگه بانده. آقای امیر هم به اتفاقات شب گذشته و چند روز اخیر هم اشاره کردن گفتن که ما به حاکمیت و تمامیت ارزی پاکستان و عراق احترام میذاریم اما اجازه هم نمیدیم امنیت ملی ما به خطر بیفته گفتن اطلاعات دقیق نشون میده جایی که تو عراق هدف قرار گرفته واقعا مقر موساد بوده و هیچ خطایی رخ نداده گفته آنچه که انجام دادیم با امنیت عراق پاکستان و کل منطقه هم سازگار بوده و گفته که ما هم احترام می‌ذاریم. شما اما باید به امنیت ما هم احترام گذاشته متشکرم خبر بعدی این که فرار مغزها از ایران 50 میلیارد دلار در سال آب میخواد. بله این خبریه که در واقع برآوردیه که بانک جهانی ارائه کرده و گفته که این در واقع میزان مهاجرت در سال 2019 از ایران چیزی در حدود 50 میلیارد دلار خسارت به بار آورده بوده و گفته اعلام شده که این در این رقم در واقع بیش از دو برابر ارزش صادرات نفت ایران بوده در اون سال که خب عدد خیلی بزرگیه اما ما از اون طرف هم میبینیم که خیلی ها میگن فرار مقصایی وجود نداره و اصلا مهاجرت از ایران نگران کننده نیست بسیار علی و خبر آخر اینکه یک گروه هکری دیتابیس کامل سیستم ارزیابی کارکنان دانشگاه امیر کبیر شامل تمام مشخصات هویتی نام نام خانوادگی کد ملی نام پدر تاریخ تولد آدرس محل زندگی کد پستی و بقیه رو هک کردن بله, بله. قیمت 2000 نقطه... آره، نکته دولار... با زشینه، گفتن که اینو هک کردن گفتن 2000 دو هزار دلار میفروشیم به نظر میرسه این قضیه این هکرای اسنپ فود شروع کردن و دیدن که مثل یه جورایی میشه و فروش و اینا امکان داره بابش باز شد اتفاقا همون موقع که یه جورایی زمزمش بود که اسنپ فود داره توافق میکنه با آلو میگم ممکنه که این خبر موثق نشه یعنی ممکنه که با واکنشی همراه بشه اما خب بالاخره زمزمش پیچید که اسنپ فود داره ق... دیل میکنه داره کنار میاد و میخواد که خودش خریدار اطلاعات باشه و راضی بکنه هکرها که اطلاعاتو نفروشن این نگرانی وجود داشت که باب خرید اطلاعات نباید باز بشه چون اگه این باب باز بشه با توجه به اون باب خیلی بازه هک که ش... مثلا برای هک شدن همه سیستم ها وجود داره دیگه خیلی باب تو باب میشه واقعا شهرم با این جولان را باید چیکار کرد واقعا انگار داریم به یه سمتی میریم که اصلا یک جریان چند وقت دیگه من واقعا پیش میرم که مثلا زیر پل کریم خان اینجوریه که اطلاعات اهالی منطقه 6 اطلاعات اهالی منطقه 6 مثلا 150 دلار من نگران هستم که خب افزایش میزان اطلاعات سرقت رفته و دزدیده شده قیمت نهایی اون رو در واقع خیلی بیاره پایین حالا نگران که یعنی امیدوارم آها. و این باعث بشه که این کار اتفاق نیفته ولی به طور کل با جفزارها و در درآمدزایی هکرها از, از سرقت اطلاعات خیلی چیز مرسومی در دنیا هست یعنی برای صرفا ایران نیست و در دنیا هم همین همین الان باج افسر راهش سرح... بستن اون یکی با یا محدود کردنش چون به طور کامل که بسته نمیشه یعنی <تص altogether> حالا من توی یکی از این ادارات دولتی هفته پیش رفته بودم دیدم نوشته بود برای امنیت کامپیوتر خودتون یک کامپیوترتون رو از اینترنت قطع کنید کلا یک و و کامپیوترتون خاموش و آره <applause> واقعا هم تنها راه امن کردنش خاموش کردن ولی خب ما هم تو ایران عملا مسیرها رو خیلی باز گذاشتیم و اصلا روی حوزه امنیت با هم, هم خیلی قبل از این صحبت بره. کرده بودیم بره. خوب کار نکردیم آره ممکنه که مثلا وقتی که میگن که ما 2000 دو هزار دلار گذاشتیم دیتابیس امیر کبیر یکی بیاد بگه که همین اطلاعاتو دارم 1000 تا میدم <applause> یکی دیگه بیاد بگه همین رو دارم 500 تا میدم و اصلا قیمت بهش کنه یعنی تریش ما همین همی کلی پرونده جدید باز کردیم یعنی راهکار داد به آره هم خوده هم... اصلا ما واقعا روی این بریم روی این به اینو ول نکنیم حقیقتا یه خبر دیگه مونده بله؟ افتاده تو بخش بعدی که شما چیزو نگفتیم فکر... ما شروع مازوت سوزی آره دو تا در واقع یکی اینکه نیروگاه این که... نکا بله نکا مازندران شروع مازوت سوزی در این شوالی. نیروگاه تو افتاده ما داشتیم که در نیروگاه تبریز شروع شده در نیروگاه شازن شروع شده تجمعاتی رو مردم عراق در اعتراض به مازوت سوزی ترتیب دادن و گفتن که دیگه هوای عراق غیر قابل تنفس شده و همه ای اینها همه اینها در حالیه که سازمان محیط زیست وزارت نیرو یه جوری رگ گردنشون باد کرده بود وقتی صحبت از مازوت بود که اصلا امکان نداره این هر آدرس غلط ندید مهم. الان یکی یکی داره اعلام میشه که مازاد سوزی میکنن نیروگاه ها و این حقیقتا حیرت انگیزه. همینطوره خبر بعدی این که سخنگوی سازمان امور مالیتی گفته تا کنون بیش از سی هزار گزارش مردمی در سامانه سودزنی سازمان امور مالیتی ثبت شده که به شناسایی 900 معدی جدید منجر شده جالب داده هایی که ایشون ارائه کرده یه شیش اینه که گفته 60 درصد گلایه ها و گزارش های مردم مربوط به فرار مالیاتی پزشکان از طریق ندادن کارت خام بوده این نوید رو ما به پزشکان بدیم تک تک این بیمارایی که بهتون مراجعه میکنن میتونن گزارشتون رو از طریق شماره تلفنی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بدن و شما نمیتونین در امنیت و آرامش خودتون از مریضای فلک رو به زحمت بندازین بابت کارت به کارت کردن بابت پول نقدی دادن یه نکته با دیگه تو حرفای ایشون میزان جایزه بوده که بابت گزارشا میدن ایشون گفتن که بر اساس دستورالعمل تشویق گزارشگران فرار مالیاتی ما پاداش میدیم تا سقف یک درصد از مالیات وصولی ناشی از فرار مالیاتی گفتن طی چند وقت اخیرم 552 میلیون تومن به عنوان پاداش دادیم پس بنابراین شما وقتی تو مطب دکتر نشستین دا این حساب کتاب میکنین که این دکتر از این ساعت تا این ساعت چند تا مریض میبینه همون موقع حساب کتاب کنین درآمدش رو ببینین که چقدر قفر رو همون رو گزارش کنین حالا خب نه فقط ما داریم میگیم که بیشتر اینجوری بوده دیگه همونو, همونو اگه یعنی آره به قول شما مکانیکی میریم به که با خودتون بگین که مثلا نگاه کن ماشین سه میلیون خرج برداشت این 10 تا تو روزم ببینه میشه روزی سی میلیون ت 5 تومن اجاره مغازه به جای اینکه یعنی این حساب کتابامو بی نباشه اینا رو شما از طریق ارائه به سازمان امور مالیاتی میتونی یک درصد فرار مالیاتیشون رو جایزه بگیری شرایطش گفتن سند بعد ارائه بدید یا اینکه نه زنگ بزنید شما زنگ میزنین به اون شماره حالا ب... کاش شماره شنیدم بود 153 همچین رقمیه ام، تو برنامه بعد حتما میگم اینو که مردم زنگ میزنن بگن و یه را... یه شماره خیلی کوتاهی زنگ میزنید شو به شما شماره پیگیری میدن و بعد شما از طریق اون شماره پیگیری میتونید پیگیری کنید که گزارشتون به کجا رسید بعدم به نظرم با توجه به درآمد پزشکا و مکانیکا و بقیه ارزش داره شما یه دو... چند وقت بعد یه سر بزنید ببینید گزارش کارتخانه یا نذاشت اگه کارتون گذاشته معلومه جریمه شد اگه جریم شده معلومه بعد حق حقوق شما را بدن متشکرم خواهش میکنم یه فاصله بگیریم بازگردیم با فاطمه اسماعیلی اینجا رادیو فردا اقتصاد مرور تیتر روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید فردا اقتصاد رو امروز بشنوید خوبی این اینکه که ما آقای خبازی رو پشت صحنه داریم اینه که من گفتم برنامه بعد اعلام شماره رو از... ولی الان گفتن چند شماره آقای خبازی 15 26 شما تماس میگیریم با شماره 15 26 داخلی شماره یک رو میگیریم گزارش رو میدین و فرار مالیاتی رو اعلام میکنیم بعدا با اون شماره پیگیری که بهتون داده میشه پیگیری میکنیم ببینین که رسیدگی شد به فرار مالیاتی ببینم آخری. بعد اگر معمور سازمان امور مالیاتی رو بشناسیم که کمک میکنه به فرار مالیاتی با گرفتن رشوه اینم میتونین گزارش بدین بله, بله دو... بله داخلیشو نمیدونم ولی همه یه کس جواب نده اون داخل نه به طور کلی با... میخوام بگم تمام سود ها در رابطه با مالیات اینطور که دولت ازش رو جذب کرده برای مالیات گیری به نظر میسه که قابل رسیدی باشه من بول بولی میزنم براش بریم با فاطمه اسماعیلی حالتون چطوره خوبین؟ ممنونم سلام به شما شنوندگان و بینندگان برنامه من از بازارها شروع کنم. بالی. یه هفته پرنوسانی رو در بازارها داشتیم. در نهایت در بازار سهام شاخص کل هفت همه درصد رشد کرد. دلار رشد حدود 3 درصدی رو تجربه کرد و امروز آخرین قیمتی که ثبت شد برای دلار قیمت 53400 تومان بود. بله. و سکه هم رشد 1.3 درصدی رو تجربه بالی. کرد و در حال حاضر 31 میلیون و 900 هزار تومن معامله میشه در بازار خودرو هم رشد قیمت داشتیم و حدود 5 درصد میانگین خود خدرا... قیمت خودروهای داخلی و چینی افزایش قیمت داشتن <applause> اگه بخوام خیلی ریستر برم ماجرای بازارها رو ببینم بازار سهام شاید یکی از پرهاشیه ترین بازارهای این هفته بود ما سه اتفاق مهم در بازار شمش طلا و صندوقهای طلا داشتیم افزایش رکوردی که معاملات گواهی شمش طلا در بورس کالا در هفته گذشته ثبت کرد و در هفته جاری ادامه پیدا کرد ارزش معاملات در صندوق‌های طلای رکورد جدید رو ثبت کرد و شاهد رشد خیلی عجیب ارزش معاملات صندوق‌های طلا بودیم و در نهایت صبح دوشنبه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ابلاغیه‌ای رو به بانک‌ها اعلام کرد که هر گونه صدور مجوز و گواهی مسکوکات و شمش, شمش طلا رو بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کرد و همینطور چیزی که در این اطلاعیه خیلی مورد توجه قرار گرفت و اعتراض مردم و کارشناسا رو داشتیم که گفته شد استفاده از ساز و بورس کالا موجب ایجاد سفته بازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیر واقعی و حبابی شده و تصمیم گرفتن که امروز سکه های جدیدی رو از طریق بازار مبادل مرکز مبادله ارز و طلا حراش کنن هم سکه و هم شمش طلا بلی. فروش ده کیلو شمش طلا رو امروز ثبت کردیم در مرکز مبادله با ایار 995 که با ساز و کار و تقاضا هم کشف قیمت شد یه جورایی ابداع مجدد چرخ بودش ما اومدیم اینو داخل از بورس کالا آوردیم توی مرکز مبادله خیلی واکنش داشتیم نسبت به این موضوع حالا منتظریم ببینیم در نهایت چی میشه ام و اما قبل از اینکه بری سراغ و اما برندگی بازارهای این هفته مزرم کدوم از بازارها بیشتر از بقیه سعودی خود بودن؟ رو بیشتر این رو رو بیشتر که رشد رو کرد با رشد خود. حدود 5 درصدی درست خیلی زیاده 5 درصد بله خیلی, خیلی, زیاده و بیشتر این رشد هم به افزایش قیمت دلار برمیگرده بله. من نباید تصمیم میگرفتم بفروشم یعنی اینجوری شد که احتمالا شما مقصر بودی یعنی مامانم که هر بخشی پاک میکنه با مام نباید تصمیم میگرفتیم نباید خب در بازار سهام هم دیروز یه مصوبه بیرون اومد شورای عالی بورس بندهایی رو اعلام کرد در مورد دستکاری قیمت سهام و یکی از بندهایی که خیلی مر مخاطب بود و البته خیلی کامنت های جالبی هم کارشناسا و مردم در موردش دادن این آه. بود که هر گونه خرید و فروش سنگین سهام بدون داشتن یک دلیل بنیادی جرم و ممنوعه یعنی شما هر خرید و فروشی که می می‌کنین بعد یک دلیل بنیادی داشته باشیم برای اون و اعلام کنین که من به این دلیل فروختم یعنی چی خیلی جالب یعنی بود تحلیلتون رو از بازار ببینید نه نه دلیل بنیادی یعنی تحلیل از سهم خب شاید یکی پول داره یه سهم میرم دوست داره تحلیل نه، بنیادی هم نداره از این, این تحلیل ها رو قراره چه کسانی بخونن خب این آره، بعد رو اصلاً... رفتن استراتژی سرمایه گذاری آدم ها نمیشه بعد الان اصلا نه خ... اصلا, جدا از اون اصلا چه چه اصلا از اون؟ زمانت اجرایی داره چنین چیزی من برام اونجا بنویسم... شما کدوم تحلیل رو میخوای بگی چه تحلیلی من برم بنویسم مثلا من, دوست دارم سهم امیدوار بودم من این سهم رو دوست داشتم اصلا دلم بهش تحلیل منه دلم با این خیلی نخندیم بهش و فکر کنیم که چرا بیدی. یعنی واقعا ببینیم که پشت این ماجرا چه دلیل منطقی وجود داشت چیزی که تا حالا خیلی اعتراض شده بهش و به نظر میرسه که اصلا این قانون رو ابطال کنن حالا ما منتظریم ببینیم چی میشه ولی خیلی نمیخوام حالا اون واژه رو به کار ببرم ولی خیلی مسخر است چنین بندهایی رو او آوردن میدونی یه جور دست و پا نزدن و به راه بادی رفتن برای که بگم مثلا ما یه کاری کردیم میدونی واقعا این،, این حالا مثلا ما میگیم مسخره ولی مثلا واقعا غیر کارشناسیه دیگه اینکه ب... بیایم صرفا برای اینکه بگیم ما یک جریانی هست یک مشکلی هست ما برای این چه راه حلی پیدا بکنیم اینکه فقط بیایم یه راه حلی براش بذاریم که واقعا عجیبه ما منتظریم ببینیم هفته آینده مصوبه کجا میرسه امه. و البته من از الان اعلام کنم در برنامه یک شنبه هم میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم و حتما دوست داریم از سازمان بورس و یا شورای عالی بورس مهمان برنامه باشن توضیح بدن در مورد همین سوالاتی که شما مطرح کردین که ببینیم چی میگذره اصلا امه. در ذهن سیاستگذارای ما امه. جالب بود تو برنامه همراه سرمایه‌گذار چون ما تا این خیلی علاقه‌مندیم به این برنامه خودمون جزء پیگیری کنندگانش هستیم واقعا چی داشتیم تو این هفته ما تو این هفته یکی ای از گزارش‌هایی که خوب گزارش هایی خوبی که داشتیم در حوزه اقتصاد کلان بود چند هفته‌ای که روند افزایشی نرخ بهره متوقف شده و آخرین عددی که ثبت شد در پایان هفته گذشته نرخ 23.41 درصدی برای نرخ بهره بین بانکی بود یه تصوری وجود داره بین عموم مردم و کارشناس که در ماهای پایان سال عرضه پول اتفاق میفته از طرف بانک مرکزی و بازار فرض و بر این میذاره که توی یکی دو ماه آینده این سیاست ممکنه به سمت انبساطی شدن بره و بتونه بازارها رو داغ کنه. ما در این گزارش بررسی کردیم چقدر این پیشفرس ها میتونه درست باشه. دیتا هایی که آقای نظری ارائه دادن به ما نشون داد که سیاست های انقبازی رو اول بیان ببینیم چیه اگه کنترل مقداری نقدینگی رو میخوایم مد نظر قرار بدیم که خب تغییر خاصی نکرده و اگه منظورمون پایه پولی باشه هم بانک مرکزی به نظر نمیرسه خیلی روی کرده انقباضی نشون داده باشه و رشد های بالای چل درصدی که تجربه کردیم در دو ماه اخیر مقداری حتی کاهش پیدا کردن و این تزریق نقدینگی بیشتر به پای پولی میتونه مربوط باشه که توی عملیات بازار باز هم خیلی الگوی خاصی در این مورد دیده نشد و روند فصلی هم که نگاه میکنیم در زمسون ها خیلی تزریق زیادی اتفاق نیافتاده اما در کل اتفاقی که میتونه بیفته رشد فصلی پایه پولی در زمستانه که یه بخشی از این الگوی فصلی تحت تاثیر اون نیاز عملیاتی بیشتر بانکاس که بیشتر قرض میگیرند معمولا در این فصل ولی لزوماً به معنی افزایش انتظارات نیست و شاید اگر به خاطر کسری بودجه این اتفاق بیفته میتونیم داغ شدن بازارها هم ببینیم ولی اون الگوی مشخص رو نداریم براش متشکرم بهتون پیشنهاد میکنیم که حتما روز شنبه هم همراه سرمایه گذار بله. رو دنبال بکنیم البته گزارش دیگری هم فاطمه داره که اگر فرصت کنیم بهش خواهیم پرداخت بریم با آیسان نگاهی داشته باشیم به گزارش دیگه ای نموند واسه این بخش که عرض میکنم نه من حالا تو بخش بعدی در مورد نفت صحبت میکنم بسیار بریم با آیسان تنها آیسان چه خبر سلامت <تصفح> از امریکا چه خبر برامون از در واقع آخرین خبرهایی که راجب ترامپ بایدن و در واقع وضعیت انتخابات امریکا داریم

یه بخشی رو ما در هفته پیش توی هم در برنامه وزین همراه سرمایه گذار اجرا کردیم در ارتباط با ارائه دادیم در ارتباط با موضوع در واقع مقایسه عملکرد ترامپ و بایدن بله اتفاقی که افتاده اینه که رسانه ها این روزهای اگه سری بزنیم به رسانه های آمریکایی و حتی رسانه های اروپایی رسانه های معروف اروپایی ما رو مشاهده میکنیم که بازار بررسی عملکرد دو تا نامزد اصلی حزب جمهوری خواه دموکرات یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ داغه تلاش میکنن عموما یه سری فاکتورها و شاخصا رو توی دولت هر در واقع در هر دو دولت بررسی کنن با هم مقایسه کنن یکی از این کارا رو در واقع یکی از کارهای خوب مال اکونومیست اکونومیست ده تا شاخص رو اومده بررسی کرده در دولت ترامپ و اون رو با دولت بایدن مقایسه کرده و بهش امتیاز داده کی برنده بوده ببین بایدن برنده بوده به طور کلی عمل کرده ها تا... اینو بعد در نظر بگیریم که موضوع کووید 19 مهم. در دوره ترامپ اتفاق افتاد در بایدن تمام شد تبعاتش در دوره بایدن خودش داد مثلا مثل تورم که مثلا اگه نگاه بکنیم دولت آمریکا دو تا بسته مهم ارائه بله. کرد یه بستش دولت ترامپ بود یه بستش دولت بایدن بسته های حمایتی بسته حمایتی که در دولت بایدن ارائه شد گسترده تر بود و همین بسته باعث شد که خوش تو تورم بیشتر نشون بده بایه. در واقع ما الان نمودار تورم رو نگاه میکنیم میبینیم خب دولت ترامپ به کنم سال 2017 تورمش مثلا نزدیک 3 درصد بوده همین حدود تحویل دولت بایدن داده ولی مثلا ما در دولت بایدن بررسی میکنیم میبینیم تورم رسیده در مقطعی در 20 22 به 9 درصد دوباره عجبه. کاهش پیدا کرده و الان در دو درصد حالا اگر بخوای روی نمودار نگاه کنی خب به نتیجه میرسی که تورم در دولت ترامپ خیلی اوضاع خوبی داشته و در دولت بایدن تا 9 درصد رسیده اما ماجرا از این قراره که این شرایط کووید 19 رو باید در نظر گرفت و اگر قرار بردی. بود که سرعت کاهش و تورم رو به عنوان یک فاکتوری برای امتیازدهی به دولت ها در نظر بگیریم خب دولت بایدن برنده میشد توی این قضیه درسته دیگر چطور ببین در با حالا پنج تا شاخص مهم وجود داره که دولت بایدن طبق این گزارش در اون شاخص ها وضعیت بهتری داره یکیش انرژی تجدید پذیره ما میدونیم که دولت های دموکرات عموما به مسائل زیست محیط, محیط زیستی و محیط... علاقه بیشتری داره مثلا این بودش که تو حوزه مثلا انرژی های تجدید پذیر یک از همه گذاری های که اتفاق افتاد تو دولت دموکرات بایدن بعده. اتفاق افتاد نتیجهشو میبینیم مثلا تو حوزه نفت ما شاهد حفاری های گسترده ای بودیم در حوزه بایدن تو در دولت بایدن بالی. که با رکورد زد 13 میلیون بشکه که در روز رو در واقع ما داشتیم که تولید نفت در واقع آمریکا به این عدد رسید بله. تو حوزه شاخص بازار سهام داشتیم یکی از نکات جالب اینه که اتفاقا ترامپ در زمانی که رئیس جمهور بود یا حتی قبلش در زمانی که پیش از اینکه مثلا به قدرت برسه که از نکاتی که چه خیلی به دق... توجه داشت و در موردش صحبت می‌کردیم که نبض اقتصاد هر کشوری رو بعد با بازار سهام سنجید ولی دقیقا تو همین شاخص ما میبینیم که اوضاع دولت بایدن از دو اوضاع دولت ترامپ بهتره یعنی شاخص نشون میده که وضعیت بهتری داره یکی از موضوعات مهم برخورد با مهاجرای غیرقانونیه اتفاقا برخلاف این که تصور بر اینه که و خودشون هم میگن و تبلیغات میکنن که جمهوری خواه ها با مهاجرای غیر قانونی عموماً بدتر برخورد میکنن مثلا ترامپ خودش بحث در مرز جنوبی بحث دیوار, دیوار کشی رو مطرح کرده بود و اینا بله. اینا یک ابتکار عملی به خرج دادن دولت جمهوری خواه و اون این بودش که مقامات جمهوری خواه اون هم این بودش که تلاش کردن که بیان این در واقع مهاجر غیر قانونی رو سوق بدن سمت ایالت. آبی و همین باید شدش که مقامات دموکرات با اونا برخورد کنه حالا برای مهاجرا و در واقع رنگین پونستا و اقلیت ها در آمریکا خیلی قصه برخورده با مهاجرای قانونی که در دولت بایدن افزایش پیدا کرد دلچسب نیست ولی در مجموع وقتی روی نمودار نگاه میکنی میبینی بایدن برخورد بیشتری داشته یعنی با شاخص باز داشته در واقع مهاجر غیر قانونی در دولت بایدن رشد کرده این موضوع <applause> نکته بعدی هم استخدام هستش که اوضاع بایدن بهتره و در نظر گرفت که در جریان کووید 19 در آمریکا فوج فوج نیروی کار ارزان قیمت از بازار خارج شد و این دلیلش همین این بودش که دولت یکی از دلایلش این بودش که دولت آمریکا برخلاف کشور اروپایی به جای اینکه به شرکت ها کمک مالی بکنه که اونا به افراد بدن به افراد به مستقیم که مالی کرد این افراد دوباره در در واقع دوره بایدن دوباره اینا همشون برگشتن به بازار کار اون افراد در این پنج تا موضوع که توضیح دادم عمل کرده بایدن بهتر, بهتر بوده عمل کرده ترامپ تورم گفتم که ترامپ بهتر بله. بوده و در موضوع افزایش درآمد یعنی دستمزد این نکته رو باید دید در مورد ترامپ که افزایش دستمزد درسته که بالا رفته ولی بعد در نظر گرفتش که یه بخشی از این نیروی کار ارزون به تو میانگین خارج شدن از بازار کار و این در واقع روی نمودار خودش اینجوری نشون میده که میانگین بالا کشیده درست اینا تو دولت بایدن دوباره برگشتن دیگه درست این دوباره پس چرا در نظر سنجی ها ترامپ پیش است به نکته جالبی اشاره کردی نظرسنجی عموما نشون میدن که هم ترامپ در برابر هم حزبی های خودش وجه بهتری داره و هم در برابر دموکرات ها هر چقدر که دموکرات کمپین انتخاباتی سردی دارن که خیلی خبری ازش نیست این طرف در طرف جمهوری خواه بسیار پر حرارته مثلا خانم هیلیو داریم که خیلی جدی داره سعی میکنه ترامپ رو کنار بزنه یه دلیلش اینه که خب به نظر میرسه که خیلی شا... نمودارا نشون میده که نظرسنجی نشون میده که ترامپ در مقابل بایدن پیشتازه در حزب دموکرات ایالت های نوستانی اینو من بگم بمانید ایالت‌های های نوستانی که میدونیم انتخابات آمریکا اونجا در واقع اصلا برگزار میشه ایالت های شناور ایالت در تقریبا هفت ایالت ترامپ دو درصد از بایدن جلوتر هستش نظر نشون میده بله ببین دلایل مختلفی رو میشمارن برای اینکه چرا ترامپ بهتره یه دلیلش اینه که چرا ترامپ در نظر سنجا بهتر یه دلیلش به برخورد در واقع همین بایدن به مهاجرای قانونی غیر قانونی اشاره کرد یه پایگاه رأی دارن ها به شکل تار... سنتی. سنتی. که این شامل در واقع اقلیت‌ها می‌شده شامل مثلا سیاه‌پوستا اسپانیایی تبارا مثلا این برخ... این پایگاه رأی رو کرده اینا حتی به سمت جمهوری‌خواه‌ها گرایش پیدا کرده نکته دوم که دمش مطرح میشه مسئله تورم تورم هم برای آمریکا خیلی بالاست همونطور که تو نمودار توضیح دادن به 9 درصد رسیده تورم و این رو همه میگن فارغ از اینکه چقدر از اساس دولت تاثیر گذاره در تورم چقدر بانک مرکزی بقی. و کووید 19 چه نتیجه داشته اما از همه اینا مهمتر سن سال آقای بایدن یکی از مسائلی که ترامپ سر پاست <تصفح> حالی سر پاس <تصفح> <تصفح> داستان اینه که میشته. آقای بایدن از سن و سال خودش هم فرسوده تر حتی دیده میشه داستان اینه که یک سال دیگه انتخابات آمریکا برگزار میشه و چهار سال دیگه ایشون قراره به عنوان رئیس جمهور باشه آیا از عهده فا مسئولیت های ریاست جمهوری برمیاد یا نه این سوال در واقع به معاون اولش مثلا فکر میکنن اگر رأی بدن دارن به معاون اولش رأی میدن ایشون هم متاسفانه اصلا محبوب نیستن اصلا. نکته میخواستی بگی مانی یه چند تا چیز هست یه نکته ای بود در مورد همین ترامپ ذهن هم رسید یه وقت هست ما داریم یه سری شاخص های میگیم تحلیل میکنیم که آره مثلا تو مهاجران غیر قانونی خیلی بهتر عمل کرد به معنی تحلیلگر یا کس که علوم سیاسی خونده این واسه ما نظرمون خیلی مثبت در مورد اون فرد اما آیا رای دهنده آمریکایی هم همون دیدگاهو داره هم. میگن یه شاخصی خیلی خوب عمل کنه مثلا با مجران خیلی خوب رفتار کرده باشه بلی. اما شما یه پایگاه خیلی بزرگی دارید که از ماجر بعدش میاد. این پایگاه خیلی بزرگی مثلا از طرف سالان هستن که اصلا میگن آقا مهاجر نیاد تو کشور مهاجر غیر قانونی نیاد تو کشور این نکته بود و انتخابات مقدماتی هم شد حالا نمیدونم آیسن اگه میخواست تو ادامه بگه یا نه بلد. که انتخابات مقدماتی ترامپ با بزرگترین مارجین تو فکر کنم 10 سال تو فکر کنم 3 4 تا انتخابات اخیر حزب جمهوری خواب برد یعنی این اول شد بعد فکر دسانتیس با 20 درصد دوم شد و ده به حدی شد که ویوک راماساوی از یکی از کاندیدات بود اومد دیگه سمت ترامپ یعنی کمپین خودش رو تموم کرد و توی سخن اومد کنار ترامپ وایساد و گفت دیگه هر کی می‌خواسته من رأی بده دیگه رأیش برای ترامپ باشه سبد رأیش به سمت ترامپ سبد رأیش داد به ترامپ و احتمال می‌دن که معاونش اون باشه اما سوال جالبی هم بگم که دیده بودم که بخش قابل توجهی از مهاجرانی که خودشون در آمریکا پذیرفته شده بود مهاجرتشون مخالف مهاجرای جدیدن یعنی اینها در واقع خودشون که از مرز رد میشن و می بعد تد کروز مثلا شما میبینید یکی از سناتورایی که اصلا معروف به دیدگاه ضد مهاجرتی پدر مادر خودی مهاجر بودن امه. خیلی از اینا و یه پیده جالبی که چه یاده جوری... اون آه. دعوایه توی دارک نایت افتادم <laughs> آدما توی کشتی بودن بعد این یکی کشتی داشتن حاضر می شدن که اون یکی کشتی منفجر بشه بلکه یه اینها... تحقیق جالهی بزنیم بسیده رو داری, داری <تصفح> کشتی رو میگی الان مثلا تو مترو طرف ایسکای مفته سوار شده بعد ایسکای هفته تیر میگه آقا دیگه سوار نکن پر شده مثلا شما بگونید با قطار بعدی بیاد خب خودت هم که ایسکای مفته سوار شده یعنی فرق یک کم جمعتر باشه آدم یادشون میره از کجا اومده از بران کابلان دقیقا همین نکته بود در مورد مهاجرا که یه کتابی داره خیلی جالبه افسانه رای منطقی که فکر کنم به بحث اونم خیلی مربوطه و در صدای بالای ترامپ میگفت اقتصاددان ها کجا با رای های معمولی اختلاف نظر دارن امه. یکی از جا سر مهاجرا بود گفت اقتصاددان ها با بردن مهاجرا به اقتصاد کمک میکنن کمک اقتصاد میکنن بزرگتر بلده. میکنن شغل بیشتر میشه یه دقیقه مردم عادی با این مخالفه و دیدگاهش اینه که یک کیک اقتصاد ثابتی هست که الان مثلا 10 میلیون میخوریم مهاجر به 12 میلیون نفری بعد این بخوریم و این خودش نکته جالبی بود بله البته من فکر میکنم حالا نمیدونم چقدر کارشناسیه اما به سیاست های مهاجرتی اون کشور هم مربوطه اینکه چه برنامه ای داره برای مهاجرانی که تا چه اندازه اونها به ترکیب ها یه کشور گروه های جوانتر جمعیتشون یا مسن‌ترن، به فاکتوری آره. زیادی مرتبط دقیقا یعنی م... من حق میدم به کسانی حالا این تو ایران هم بعضا صدق میکنه که دغدغه دق مهاجرت داشته باشن سوال بپرسن دنبال جوابش باشن مطالبه بکنن سیاست گذاری درست و و حالا تو خود آمریکا هم مگه کسی انتقاد داره از سیاست های مهاجرتی که باید کارهای دیگری صورت بگیره اما این که دیگه بگیم آقا ما اومدیم تو در دیگه ببندین خیلی ممنون شاید حالا سالی که به هم خواست بیاد چه، چه آدم واقعا یادشون میره از کجا اومدن تو هر چیزی که ببینین خیلی هست برمیگردیم با تو آیسان در رابطه با گزارش بعدیت بریم با شهرام شریف و گزارشی که فکر میکنم به ای آی مربوطه ببینید اجلاس مجمع جهانی اقتصاد این روزها در داووس سوئیس در حال برگزاری بله. هست شما هم خودتون تو خبراتون اشاره کردید بله. به صحبت وزیر خارجه ایران که در اون اجلاس بود این اجلاس امسال چهار تم اصلی داره که یکی از این تم ها در هوش مصنوعی و تاثیرش بر اقتصاد در واقع کشورهای جهان هستش و حالا به غیر از اینکه حالا موزه بلاک چین رو هم به نوعی داخل همین هوش مصنوعی آوردن و دارن در موردش صحبت میکنن خیلی همین دیروز که در واقع شروع شد اجلاس مجموعه سخنرانی های مختلف به نوعی مدیرای ارشد تکنولوژی رو شاهد بودیم از جمله مثل بیل گیتس مثل سم آلتمن مدیر اوپن ای آی و کسان دیگه ای مثل مدیر عامل سلز فورس و حالا افراد دیگه مثل ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت یک چیزی وجود در امسال سال،, سال 2024 گفته میشه که حدود تقریبا نیمی از جمعیت جهان میرن پای صندوق های و آخرین باری که دو بسیاری از کشورهای دنیا انتخابات برگزار شده اساسا چت جی بی تی وجود نداشته و حالا همه عمدتا همه یعنی بیشتر کشورهای جهان دولت ها نگران این هستن که این هوش مصنوعی الان چه تأثیری توی انتخابات میگذاره چطور چنی... میتونه اثر گذار باشه دقیقا و چنین نگرانی رو ما از خود آمریکا از طی ماهای گذشته و ته... خصوصا طی سال گذشته خیلی شاهد بودیم یعنی اینکه این هوش این مصنوعی قراره با ما با سیاست چیکار بکنه چطور میتونه مثلا جل اطلاعات بکنه علیه سیاست مداره یعنی عمدتا زاویه نگرانی ها از خود سیاست مدارها شروع شده که نگرانن که مثلا بهرام که گور میگرفتی همه دیدی که چگونه ای آی گور گرفت تو صحبت هایی <laughs> که دیروز مدیرای تکنولوژی انجام دادن توی مجمع جهانی اقتصاد عمدتا به این اشاره کردن که این اولین باری نیستش که تکنولوژی جدید وجود داره و انتخابات هم داره برگزار میشه و آخرین باری هم نخواهد بود سمالتمن به خصوص توی این اشاره کرده بله؟ که حالا به خصوص به آمریکا اشاره کرده گفته که نه آمریکا حالا از انتخابات خیلی این انتخابات نتیجه زیادی روی مثلا آیندهش خواهد گذاشت و نه روی هوش مصنوعی تأثیری خواهد گذاشتش بر این انتخابات و حالا بیل گیس و در واقع ساتی ناطلا هم یه چیزی مشابه این گفتن که حالا این اتفاقات وجود داشته و ما فکر نمی کنیم. حالا تأثیر عجیب غریبی داشته باشه حتما موثر خواهد بود خود اوپن ای آی همین دیروز اعلام کرد که ما یه ابزاری رو در واقع داریم درست میکنیم که به نوعی بتونه یه واتر مارک دیجیتالی بذاره رو کانتنت هایی که داره تولید میشه برای اینکه مشخص بشه که این کانتنت به خصوص کانتنت تصویر رو داریم میگیم چون کانتنتی که متنی جنریت میشه که خیلی قابل شناسایی نیست ولی الان ابزارهایی داریم که اون رو هم میتونن شناسایی بکنن که از نوع الگوریتم نوشتاری خودش که چجوری در واقع تولید شده که بفهمن اینو ماشین در واقع ماشین به نوعی تولیدش کرده. بر حال حالا این از این طریق دارم میکنم یه اظهار نظر خیلی جالبی رو آقای اولیور بینهو مارک بینهوف مدیر عامل سرس فورس انجام داده بود که به نظرم خیلی آشناس برای ما تو ایران ایشون گفته که شبکه های اجتماعی ریسک بزرگتری بر دموکراسی هستن تا هوش مصنوعی و این به این دلیل که رگولاتورها کار خودشون رو خوب انجام ندادن و خیلی عجیبه که یه مدیر عامل شرکت تکنولوژی در سطح سلس که از بزرگترین شرکت های آمریکایی هم هست اینو تقاضای برخورد, برخورد با شبکه های اجتماعی کنه و اونو خیلی حالا سعی میکنه ریسک رو بندازه توی در واقع عرصه شبکه اجتماعی و اونو برای دموکراسی در واقع چیز میکنه مجموعه این بحث حالا توی داووس هم ادامه داره و توی فضای انتخابات احتمالا آمریکا هم ادامه دار خواهد بود پارسال کاملا هریس در واقع یک جریانی رو از رهبران جهان به همراه برخی از مدیران ارشد شرکت تکنولوژی دور هم جمع کرد که در مورد قانونگذاری و مقررات گذاری توی حوزه هوش مصنوعی صحبت بشه و توی توی لندن فکر کنم برگزار شد و امسال هم که الان انتخابات در واقع آمریکا رو در پیش داریم هم این موضوع خیلی احتمالا نگرانی‌های های زیادی رو ایجاد خواهد کرد چهار سال پیش هم چنین اتفاقاتی به شبکه های اجتماعی اطلاق می و بعدا هم یه چالش هایی برای فیسبوک ایجاد شد که اطلاعات رو لو داده و این موضوعیه که اتفاقا حالا امسال بیشتر ازش خواهیم شد. خیلی جالب ما میدونیم که تقریبا دو ماه دیگه مارس 17 مارس 2024 انتخابات روسیه هم هست. نگاه کردم دیدم که این ستاد انتخاباتی در واقع این فکر می‌کنم آقای پوتین بود. یک ازشون پرسیده بودن که آیا مثلا میرید به سمت اینکه انتخابات رو بریم به, به سمت حالا هوشمند کردن اونا پاسخ داده بودن که نه ما نگرانیم که آمریکایی ها بخوان به این وسیله در انتخابات ما نفوذ کنن حالا فرق از اینکه حالا سوال اینه که به نظر که واقعا این نگرانی برای خیلی کشور ها وجود داره فارغ از اینکه حالا طرف مقابل چقدر انگیزه چنین مداخله ای رو داشته باشه به نظر تو کشورهای مختلف به ویژه حالا کشورهای اختدار گرفتر اتمالا بیشتر نگرانی وجود داره که مثلا آیا کشورهای دیگه ای که حالا قدرتمندتر میتونن باشن در تکنولوژی پیشرفته تر در این تکنولوژی آیا میرن به سمت در واقع استفاده از این ابزار هم دیگه در این حوزه های خیر؟ جالبه و در آمریکا هم اگه یاد باشه تو انتخاباتی که ترامپ برنده شد فکر کنم دور اول بود یا اشتباه نکنم آمریکایی هم گفتن که روس ها در واقع تو انتخابات در واقع دخالت کردن و یا اطلاعات رو در واقع به نوعی در اختیار آره اکانت های فیک, فیک رو که تونسته بودن فیک نیوز ها رو افزایش بدن و به نوعی تاثیر بزنن جالبه که سیاست در همه کشورها شبیه هم در واقع فکر میکنن فارغ از اینکه اصلا سیستم اون شکل کشور بهرام که گور میگرفتین همه یه جورایی ولی خب ای آی یه روزی میاد ای آی داره گور هممون رو میگیره نه فقط سیاست باید منتظر بود و دید که ای آی چطوری میتونه بر صحنه سیاست در جهان اثر خیلی میتونه جذاب باشه خیلی. این تجربه جذابی برای بشر خواهد بود فارغ از اینکه نتیجهش خوشایند ما هست یا نیست بریم با مانی بشرزاد و ببینیم او چه گزارشی برای ما از اکنومیست آورده که فکر کنم این هم به ای آی, ای, آی, آی, آی مربوطه بعد یه پرانتزی تو ذهنم باشد نگرانی سیاستمدارا از ای, ای منو یاد نگرانی کشیک کلیسا از دستگاه چاپ میندازه چون اونا همین نگرانی داشتن که مردم اعتقاداتشون تغییر بدن وقتی دستگاه چاپ میاد و همه میتونن مطالعه کنن موضوع در مورد اینه, اینه که هوش مصنوعی چجوری میتونه آموزش رو به سمت بهتر شدن تغییر بده و الان زمانی که دیگه دانشجوها حالا تو کشورهای اروپایی دوباره دارن کلاس درس رو شروع میکنن تعطیلات تموم شده و یه سوالی پیش اومده بعد این همه تغییرات تو دنیا هوش مصنوعی اینترنت همه اینا زمانی که میرن کلاس درس همونه خیلی نزدیکه یعنی اون تغییری که شما تو محل کار احساس میکنید اون ده تغییری ده. که شما تو خونهتون احساس میکنید حالا اونور مثلا خونه هوشمند شده اون تغییری که شما تو گوشیتون حس میکنید کنید، به سال پیش آیا تو آموزش حس میکنید و این نیست مثلا چند تا عدد میاره بهت میگه نهادهای آموزشی مثل مدرسه ها دبیرستان ها و دانشگاه ها آه. هزینه هاشون روی تکنولوژی دو تا 5 درصده ولی تو شرکت این عدد کمتر از 8 درصد نیست غالبا و این با عدد داره به ما میگه که اونقدر با تکنولوژی همراه نشدن و کرونا که تلنگری بود به سمت اینکه زوری دیگه باید آنلاین بشه بله. و اینکه شد خیلی از شرکت هایی در زمینه آموزش آم که به هوش مصنوعی هم رفت داشتن مثل مثلا چک این ارزش به 5 میلیارد دلار رسید و امیدی به ما میداد که تخریب خلاق داره اتفاق میفته اینترنت اومده و نظام های آموزشی سنتی رو داره تغییر میده کرونا تموم شد برگشتیم به سر کلاس های درس و ارزش این شرکت هم اومد سه میلیارد دلار تموم شد دیگه و سوال تمام اینه که زور اینترنت نرسید به تخریب خلاق صنعت آموزش و پرورش زور آی ای, آی زور ای آی میرسه آیا زور ای آی میرسه و تمام سوال مسئله اینه و نشانه هایی هست که میرسه به چه دلیل زمانی که چت جی پی تی اومد پنیک بود برای خیلی از شرکت ها بله. و میگم شرکت یعنی آموزش پرورش ها به چه دلیل تکلیف ها رو راحت می نوشتن امتحانات سوالات رو راحت پیدا میکردن با چت جی و به حدی شد که این ماه نیویورک شهر نیویورک تو مدارس دولتی چت جی رو ممنوع کرد یعنی این نشون میده که این دیگه داره اون تلنگره رو, رو میزنه دلیلش به نظرم اینه که اون تکنولوژی و اینترنت و اینها رو باید سیاست گذاران اعمال میکردن باید مخود از بالا به پایین اعمال میشد و خب ما میدونیم آموزش در بسیاری از مناطق دولتی هست یعنی دولت درش نقش زیادی داره بنابراین خ... و از قرارم نیست حالا تو سطوح مخصوصا پایین تر ازش درآمد ویژه کسب بشه برای همین خیلی هم میلی به ارتقایش نیست اما ده. مسئله AI استفاده از پایین به بالاست ده. یعنی دانش آموز این دانش آموزان که تعیین میکنن که تا چند روز استفاده بشه اگرچه که باز من فکر میکنم این حرکت دانش آموزا مدار سیاست گذارا رو هم به استفاده از هوش مصنوعی خواهد کشون در تایید این هفت دقیقا یه آماری نشون میده که میگه با بیش از دو پنجم دانشوی لیسانس undergraduate میشه و حالا برای اونا دارن از چت استفاده میکنن اما و یک پنجمشون هر روز دارن استفاده میکنن اما این عدد برای معلم ها و ت... کسایی که درس میدن کمتر از یک پنجمه و دقیقا همون پایین به بالا است که دقیقا امه. اتفاق افتاده و یادگیرنده که در استفاده میکنن یه بحثی پیش اومده اینکه کدوم هوش مصنوعی یا موفق ترن اونایی که جنرال جنرالن یعنی همه فن حریفن اصطلاحا مثل اوپن ای آی یه, یه سری مدل های هوش مصنوعی که تخصصی رو موضوع آموزشن مثالش چیه مثلا پیرسون و مکروهیل اینا تکست های معروفو میدن دیگه تو اون کشور تو دنیا تکست های معروفو میدن و اینا میگن که تنها جواب نمیخواد دانش آموز حرفشون اینه جواب معتبر میخواد و جوابی که خوب پرزنت شده باشه به همین دلیل ما نمیذاریم چت جی استفاده کنه از اون دانش این تکست که داره چون حق کپی رایتشو دارن ما خودمون مدل زبانی خودمون رو میسازیم و فکر آقای تو این نکته که هست اینه که خب خود این مدل های زبانی بزرگ مثل چت جی تی هم دارن هی خودشون رو در واقع رشد میدن و گسترش میدن و همین شرکت اوپن ای و چت جی تی رو در واقع یه آپدیت جدیدی که براش داده فروشگاه یا استور جی تیز رو در واقع معرفی کرده که به چه معنیه؟ به چه معنیه که هر کسی میتونه بره الان یه چت باتی رو تخصصی ترین کنه و این رو در واقع در اختیار حالا کاربران برون مخاطبان خودش بگذاره من برای فردا اقتصاد یه دونه الان درست کردم با اطلاعات فردای اقتصاد که هنوز اینو رو نمایش نکردم ولی اطلاعات ما رو چند خریدین بل... شما از هکرها بیشتر مطالب خودم و اسم خودم جن... رو توش آوردم ولی نشوخی میکنم ولی نکتهش اینه که این میشه خب یه چت یه در واقع جی پی تی که در واقع شما اینو میتونید بذاریدش توی فروشگاه مثلا چت جی بی تی و اونجا هر کسی بهش دسترسی پیدا کنه من نگاه میکنم شرکت سایت کانوا که تولید کننده لوگو و در واقع اقلام گرافیکی هستش اومده اساسا داره از این استفاده میکنه برای اینکه شما برید بگید چه من چه لوگوی میخوام بهتون کمک بکنه امه. که پیش زمینه ساخت لوگو فراهم بشه و شما رو میبره توی کاموا در حالی که دیگه لوگوتون آماده است و دیگه اونجا فقط تحویل میگیرید و اینها رو پس میخوام بگم که خود این چت جی پی تی داره به سمت تخصصی شدن داره پیش میره یعنی خود مدل های عمومی تری مثل چت جی بی تی داره یه جوری حالت های تخصصی درون خودش هم میاره. یه سوالی هم. مثلا تو ذهنم زمانی که گزارش می میخوندم اصلا آیا این امکان پذیر هست که مثلا این شرکتی مثل مک روهیل بخواد داده رو خودش نگه داره تو این دنیایی که دانش همه جا هست چه جوری فقط تکست بوک اختصاصی خودش نگه داره یه تکست بوک بخواد استفاده کنه تا همه مشتریا بگیره و الان مهندسان نرم افزارش دارن به همین چیزا فکر میکنن اما <تص> و بحث دیگه ای که داره میاد میگه تغییر سخته و همون عددی که گفتم کمتر از یک پنجم معلم ها دارن آموزش میبینن در این زمینه که چجوری از نبزار استفاده کنن اما یه جمله جاربی میره از یه مدیر عاملی که گفته ما این دین رو به صنعت داریم که از این چیزا تو آموزش استفاده کنیم و اکونومیست میگه یه رو پردازی میکنه که میگه تو دنیای هوش مصنوعی که داده دیگه لازم نیست معلم بیاد سر کلاس درس بده خود ام. فرد میتونه راحت یاد بگیره نقش معلم چجوری خواهد بود همین این خیلی برای من جالبه دو, دو, دو که دو این از در دسترس بودن دانش و داده یعنی شما دیگه کافیه یعنی روزی خرج رسید که کافی اراده کنی در هر حوزه ام. یه چیزی رو بدونی برد. و انگار اون رو میدونی معلم نقشش انسانی ات... تر آفرین. میشه آفرین اتفاقا من وقتی که داشتید حرف میزدید به خودم فکر می‌کردم که دلایل دیگه‌ای که باعث میشه که این دست مثلا اینترنت و چیزا شاید کمتر نفوذ بکنن در صنعت آموزش به نسبت صنایع دیگه شاید اینه که اصلا رسالت آموزش آیا صرفا انتقال اون دانش حالا منظورم دانش دانش که مثلا عمومی که همون ازش یاد می‌کنیم هست یا نه یا موضوع انتقال دانش زندگیه دقیقا. یعنی یاد بده که اصلا با هم چطور جامعه مم. پذیر بشیم با هم چطور اینها رو نمیشه یه... با استفاده از اینترنت دو تا بحث جالبم هست اینکه معلم بیشتر نقشش میره سمت راهنمایی و انگیزه دادن و ما دیروز هم یه مصاحبه داشتیم با برنده نوبل اقتصاد که چند هفته دیگه میاد هدایت یه بحثی کردن. دقیقاً تو مجمع جهانی اقتصاد صحبت کرده بود که به دانش آموزا گفته بود فقط تمرکز نکنید رو مهارت‌های سخت مثل مم. مهندسی و پزشکی میگه دنیای ای آی دنیایی که شما مهارت های اجتماعی لازم مهارت های تفکر خلاق مهارت همدلی و یه تحقیقی یعنی هم از سال 1984 میاد حالا شاید بگیم 1984 ربطی به ای آی داره امه. یه تحقیقی از روانشناسی بلوم بنجامین بلوم و این تحقیق نشون میده که آموزش یک به یک آموزشی که تمرکزش بیشتر روی همون بعد انسانیه امه. همدلیه راهنمایی تشویقه به شدت نمرات رو بالا میبره یعنی یه عملکرد فوق العاده ای داره و زمانی که چال... و چالشش چی بود سال 1984 این آموزش هزینه دیگه هر کسی نمیتونه معلم اختصاصی بگیره یا مثلا معلمی باشه که فقط همین نقش داشته باشه این هزینه رو میاره هوش مصنوعی پایین و ما میتونیم یه رویای خوبی برای آموزش داشته باشیم میتونه واقعا یه مکملی باشه برای اون چه که معلم ها در مدرسه همینطور ران. خیلی بحث جالبی بود خبر خوبی بود <laughs> متشکرم <محلم. محلم. laughs> برگردیم با ایسان و گزارشی که فکر میکنم از چین برامون آورده ببین یه سوالی که همواره مطرح میشه در تود با چین این هستش که چین با توجه به رشد اقتصادی که سالها تجربه کرده نزد افکار عمومی خودش جایگاهی داره یه اتفاقی که برای چین افتادیم بودش که وقتی که چین قدرت گرفت یعنی در عرصه اقتصاد شاهد سالهای متوالی رشدهای بالا بودیم یه سوالی که مطرح میشد این بود که نظری اصلی حوزه رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی در واقع انگار نقص شد به نفی برای سوال ها نظر بر این بود که این آزادی ها همدیگر مو دارن در واقع بله بله. آزادی حوزه سیاسی و اقتصادی به هم اثر و در واقع رشد های بالا فقط در کشورهای دموکراتیک تجربه میشه بله. در مورد چینی سال مطرح شدش که چطور شد. ممکنه یک کشور اقتدار رو بتونه این رشد های بالا رو تجربه کنه که البته بحث نظری در این عرصه مفصل هم. در واقع طرفداران حوزه رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی که یعنی با هم رابطه دارن و هم تقویت میکنن به دنبال اون پیش بینی هایی هستن که نشون میده رشد اقتصاد چین ممکن متوقف بشه در سالهای نه چندان دور ولی اینها بگذاریم بسیاری با توجه به اینکه سیستم سیاسی چین یک سیستم بسته ای هستش خیلی هم نظرسنجی و افکار سنجی تو این کشور آسون نیستش که پژوهشگر به راحتی برن اونجا و نظرسنجی انجام بدن اما هر از یه سری نظرسنجی ها رو کشورهایی که در واقع تو در حوزه نظرسنجی قوی هستن و میتونن کار بکنن رو ما میبینیم که یه گریز های ریزی زدن به افکار عمومی در دانشگاه هاربارد بین سالهای 2003 تا 2016 آمده یک نظرسنجی انجام داده سعی کرده بررسی کنه ببینه که این حزب حاکم حزب کمونیست چقدر محبوبیت داره گفتن 90 درصد در اون زمان به نچسته که محبوبیت داره اما یک حالا جالب اینه بهتون بگم که این سخنگوی زتون رو خارج خارجه چیز چین در اون زمان برگشت گفته بود که دست خیلی هم دور نیست همین 20 20 گفته بود این حد از محبوبیت ما برای در عمیق‌ترین رویاهای دولت مردان آمریکایی هم این رو ما نمیتونیم ببینیم این سطح از محبوبیت میدونیم که مثلا همین الان بایدن نظر نشون میده که 33 درصد محبوبیت داره پیش در واقع افکار عمومی آمریکا از اون گذشته از که هاروارد گذشته در سالهای اخیر هم یه نظر دیگه انجام شده که دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و استنفورد با هم آن انجام دادند که از سگ از های استفاده بکنن که در واقع بتونن از کسایی که نظرشون رو میپرسن براشون اطمینان حاصل کنن که خطر شما تهدید نمیکنه البته باز هم مشخص نیست که اینها موفق شده باشن به میزان کافی در واقع اینا رو خاطر جمع کرده باشن جالبه این نظرسنجی اصلا یکم متفاوت از قبلی نتیجه شده ببین نشون داده که نزدیک به چهل درصد گفتن که از عواقع به اعتراض در چی میترسن پنجاد هم گفتن مطمئن نیستن که سیستم های سیاسی سایر دولت ها بدتر از چین باشه یعنی اعتقاد ندارن که لزوما سیستم سیاسی حزب کمونیست چین از باقی کشورها بهتره اما خب به هر حال آقای شی بین 65 تا 70 درصد محبوبیت نشون داده در این نظر سنجی که در نوع خوش جالبه حالا اگه بخوایم فکر کنیم که افت کرده این محبوبیت رو بسیاری به کووید 19 ربط میدن اون دوره دولت دولت که قرنطینه بود و آزمایش های مدام بود و دولت خودش رسما تصمیم گرفت که در واقع سیاست کووید صفر رو در نظر گرفته بود و قرنطینه های مدام داشت میگه این تاثیر داشته روی این که محبوبیتش کاسته بشه ولی یه سوالی که وجود داره این هستش که چقدر میشه به این نظرسنجی هایی که به صورت حالا ده همکاری پژوهشگرای آمریکایی با برخی از پژوهشگرای چینی در این قالب صورت گرفته حالا خیلی هم احتمالا یواشکی و دور از نظارت سیاست مداران در چین چقدر میشه به نتایج این نظرسنجی اعتماد کرد به نظر میشه که خیلی قابل اطمینان نباشه اگر ما مراجعه به تاریخ بکنیم مثلا میدونیم که در سال‌های منتهی به فروپاشی رژیم رژیم کمونیستی در اروپای شرقی مثلا سال 1989 مثلا اون, اون سال 1987 88 اون سال‌ها اگه بخوایم بررسی کنیم ما میشیم شد که اصلا هیچ نشانه ای از فروپاشی در افکار عمومی وجود نداشته افکار اوم... و جالبه که یک پژوهش بعدها انجام شده از همون کشورها که از مردم پرسیدن که آیا شما فکر میکنید که فروپاشی نزدیکه و مردم گفتن فکر میکردید آیا اون دوران که فروپاشی نزدیکه، مردم همشون گفتن نه ما اصلا هیچ نشانه ای نمیدیدیم که دولت های کمونیستی به زودی دومینووار دچار فروپاشی بشن در واقع اصلا نشانه وجود نداشته به نظر... حالا الان حزب کمونیست برای چین با توجه به وضعیت اقتصادش خیلی مستحکم نشون میده نظر خیلی،, خیلی هم 70 80 درصد دارن محبوبیت حزب کمونیست آقای رو نشون ولی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست یعنی اگر بخواد اتفاقاتی رخ بده در کشورهایی که در واقع اقتدارگران ناگهانی اتفاق رخ میده جالب بود خیلی نفسگیر دم نزدیم در میان این گزارش بفرمایید سوال بپرسید حل شد سوال دیگه نموند. باید منتظر بود و دید امیدوارم ببینیم آنچه باید ببینیم رو از اون جملات شبیه آن آره. خیابانی بود خب بریم با فاطمه اسماعیلی آمد. و پایان بخش این اپیزود گزارشی در رابطه با گلوگاه های جهان میدونیم که در حال حاضر با شرایطی که در خاورمیانه وجود داره گلوگاه دریای سرخ به جهت درگیری هایی که درش وجود داره اقتصاد جهانی رو داره تحت تاثیر قرار میده برای اون بازش کن بله ما یکی از گزارش هایی که بررسی کردیم در برنامه همراه سرمایه گذار همین گلوگاه های مهم نفتی جهان بوده که هر کدومشون حالا مسدود شدن یا ناام شدنشون میتونه هزینه تجارت نفت و افزایش بده و خودش باعث افزایش قیمت اون به هم ریختن در واقع بازارهای جهانی در همه حوزه بله حالا من پیشنهاد میکنم حتما روی سایت یا کانال فردای اقتصاد اینفویی که زدیم از این گلوگاه ها رو مشاهده کنن ما هشت گلوگاه مهم نفتی داریم که یکی از مهمتریناشون تنگه هرمزه که بین خلیج عمان و خلیج فارس قرار گرفته و این تنگ 19 درصد از تجارت نفتی رو به خودش اختصاص داده اه. و حالا دریای سرخ و ناامنی هایی که ایجاد شده به دو تنگه بابل منده و کانال سوئز مربوطه که هر کدومشون حالا مجموعا من بخوام بگم حدود 7 درصد این معاملات رو به خودش اختصاص داده و این ناامنی هایی که ایجاد شد و تنش هایی که ایجاد شد باعث شد قیمت نفت تا مرز 80 دلار هم صعود کنه حالا در ادامه یه مقدار از این رشد قیمتی که بود کاسته شد و دارده. قیمت هم تا 87 دلار 7 دلار ببخشید در هر بشکه کاهش پیدا کرد ولی این تنگه ها تنگه های مهمی ان مهم مسدود شدنشون باعث میشه که نفکشا بخوان یه مسیر خیلی طولانی تر یا طی کنن تا برسن بعدی. به مقصدشون و خیلی تاثیر میذاره روی تجارت نفت و قیمت نفت بسیار من پیشنهاد میکنم حتما ببینن این گزارش آره خیلی نقشه جالبیه ممنونم فاطمه اسماعیلی ممنون ایسان ممنون شهرام ممنون مانی خانم رجبی جوردم بگم ممنون بود خواهش میکنم فکر کنم که برگشتین سمت من و گفتین خانم رجبی که اون بخش سخت کار رو بندازین گردن من نه خیر خب خداش وقتش که خداحافظی کنیم تا بله. هفته آتی اما باید خدمتون ارز کنم که از هفته آتی ما به جهت اینکه تحریریه فردای اقتصاد و تمام تیم فردای اقتصاد در تدارک برنامه هایی برای در واقع ویژه برنامه, بله های. برنامه, هایی برای نوروز 1403 هستند و دوست داریم که از کیفیت نه اون ویژه برنامه ها نه رادیو کاسته بشه از هفته یاتی به مدت چند هفته میشه؟ دو ماه دست کم دو, ماه, تا پایان سال فقط یک روز در هفته در خدمت شما خواهیم بود تنها چهار شنبه ها با شما خواهیم بود مثل همین برنامه که امروز شنوندهش هستید به صورت یک ساعته اقتصاد هفته رو خواهیم داشت همینطور مرور اتفاقات مهمی که در تمام حوزه ها در جهان در حال رخ دادنه و بعد از عید ما با قالب جدید رادیو و احتمالا به همون شکل هر روزه باز هم با شما عزیزان خواهیم بود بله. خبر خوب دیگه اینکه ما سعی میکنیم همونطور که شما خواستین حالا باید روی ساز وکارش یه تصمیمی بگیریم بعدی. برنامه های مختلف رادیو فردای اقتصاد رو روی کست باکس بذاریم و شما به شکل روزانه کماکان از ما تولیداتی رو اگر شنونده هستید و به محصولات شنیداری علاقه دارید خواهید شنید کما اینکه در کانال رادیو فردای اقتصاد و کانال فردای اقتصاد و سایت تمام برنامه های ما در دسترس شما خواهند بود بعدی. در این دو کانال به شکل شنیداری به صورت ویژه میتونید تمام برنامه های ما رو بشنوید اما بازم توصیه میکنیم غیر از برنامه هایی که به شکل رادیویی منتشر میشن بهتر بقیه رو تصویری ببینید که نمودارها و گرافهایی که واقعا یکی از مذیعت های نسبی فردای اقتصاد محسوب میشه از دست ندید همینطوره پس تا هفته آتی چهار شنبه اپیزود سیوم فصل سوم رادیو فردای اقتصاد با خداحافظی شب و روزتون خوش خداحافظ اگه فردا... اینجا رادیو فردا اقتصاد. مرور تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید. نبز زربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد چهارشنبه ها ساعت 18